تأرین بحثایی که شاید این روزها اغلب ما باهاش درگیریم همیشه من رو مورد پرسش قرار میدن و این روزها شاید بیشتر از روزهای قبل اینی که آیا درویش به آینده امیدی هست بمونیم یا بریم خیلی این سال را از من میپرسن با توجه به این همه نشانه هایی که نشان دهنده افت کارایی سرزمین هست آیا شما به عنوان یک کنشگر متخصص در حوزه محیط زیست امیدی به آینده ایران و بازگشت تاباوری و ژینایی دارید یا ندارید امروز میخوام در مورد این صحبت بکنم که چقدر فاصله داریم تا لحظه تایتانیک و آیا زمانی فرا خواهد رسید که همه باید ارشه رو ترک کنیم و یا اینکه نه همچنان میشه راه های دیگری رو برای بازگرداندن تاباوری به وطنی که دوستش دارم و دوستش داریم پیدا بکنیم الان که داریم با هم صحبت میکنیم یک گزارشی سازمان زمینشناسی کشور داره تهیه میکنه و در این گزارش گفته شده که حدود پنجاه هزار کیلومتر مربع از وسط ایران با پدیده فرونشست روبرو شده به میزان دو سانتیمتر و بیشتر هنجا هزار کیلومتر رو اگه بخوایم تصور کنیم که چقدره یعنی بیش از دو برابر مساحت استان مازندران از کشور ایران الان درگیر پدیده فرونشست شده به میزان پنج برابر اون چیزی که بهش میگیم شرایط بحرانی جایی که دوچار فرونشست میشه اگر که دوباره تعادل بین صفرای آب زیرزمینی برقرار بشه یعنی میزان تغذیه و میزان برداشت با هم برابر بشه بعد از اینکه برابر شد ما باید پنجاه تا هفتاد هزار سال صبوری کنیم تا اون دشت دوباره به تاباوری برسه یعنی پس ما الان داریم در شرایطی با هم صحبت میکنیم که پنجاه هزار کیلومتر مربع از مساحت ایران رو برای دست کم پنجاه هزار سال آینده از دست دادیم این بسیار خبر نگران کننده ایه. ما الان داریم در شرایطی با هم صحبت می که مطابق آخرین آماری که شرکت مدیریت منابع ایران منتشر کرده ایرانیان در طول سه دهه اخیر در طول سه دهه اخیر 50 میلیارد متر مکعب بیشتر از اون چیزی که وارد سفره شده ازش برداشت کردن 150 میلیارد متر مکعب 150 میلیارد متر مکعب یعنی تصور کنید دریاچه ارومیه وقتی که شرایطش آرمانی باشه 20 میلیارد متر مکعب باید گنجایش داشته باشه و ما 7.5 برابر دریاچه به بزرگی دریاچه ارومیه رو در طول سه دهه اخیر متاسفانه از دست دادیم ما سی درصد از رویشگاه مهم و راهبردی خودمون در زاگروس رو که منشأ تولید آب 45 درصد ایرانیان هست و اگر کارون و کرخه و جراحی و مارون و دز و گاماسیاب و سیروان و زرینرود رود و زاینده رود و سفید رود رو داریم مدیون زاگروس هستیم متاسفانه از دست دادیم و لکه های بزرگی از هیرکانی از حیز انتفاع خارج شده آخرین آماری که بخش تحقیقات جنگل در مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور منتشر کرده میگه وسعت روشگاه هیرکانی به یک و میلیون هکتار کاهش پیدا کرده در ساعتی که در دهه 1130 زمانی که ما هنوز ببر هیرکانی رو در هیرکانی داشتیم در سه استان گلستان، مازندران و گیلان وسعت این رویشگاه سه میلیون هکتار بود همه این معلفه ها نشون دهنده اینه که ما با شتابی دمادم افزاینده داریم کارمایه ها رو از دست میدیم و رد پای اکولوژیکی ما میره تا به مرز ورشکستگی برسه ایرانیان به شکلی دارن زندگی میکنن که اگر قرار باشه همه ای مردم جهان به شیوه ایرانی ها زندگی کنن ما به یک کره زمینی نیاز داریم که دو ممیز چهار دهم برابر کره زمین کنونی بزرگی داشته باشه این خبر خبر بدیه ولی اگر یادمون باشه در جنوب ما کشوری وجود داره که اگر همه قرار بود مثل اهالی اون کشور زندگی کنن ما به یک کره زمینی نیاز داشتیم که یازده برابر باید بزرگتر از کره زمین کنونی باشه و یا یک کشوری در اروپا وجود داره که دقیقا همین وضعیت رو داره و اگر همه قرار بود مثل اون کشور موناکو زندگی کنن باز ما باید کره زمینی می‌داشتیم که یازده برابر کره زمین کنونی بود کشور همسایه ما در جنوب خلیج فارس قطر منظورم بود میبینیم که ما وضعیتمون از اون دو تا کشور به مراتب بهتره اما کشورهایی هم تو دنیا هستن مثل بوتان که اگر همه قرار بود مثل بوتانیا زندگی کنیم دو دهم کره زمین کنونی میتونست همه نیازهای ما رو برآورده کنه شرایط به نحویه که آپستام، یک مؤسسه بین المللی که در آلمان در واقع فعالیت میکنه اعلام کرده که دنیا نمیتونه به توافق برسه اجلاس های کوپ یک دو سه چهار که الان به 28 رسیده در نهایت نمیتونه رهبران جهان رو به این اغنا برسونه که پایان بدن به مصرف سوخت های فسیلی و ما در 2070 متاسفانه به مرز چهار درجه افزایش میانگین دما خواهیم رسید و این مرز فروپاشی کره زمینه آبستان میگه که در اون سال 70 درصد کل زیستمندان اکوسیستم های جهان از بین خواهند رفت و در پایان این قرن 8 تا 9 میلیارد نفر از ساکنین زمین قرن 22 رو نخواهند دید یعنی فقط بین 500 تا 1 میلیارد نفر قرن 22 رو خواهند دید که این بسیار تکان دهنده است بر اساس شواهد و اطلاعاتی که امروز دانش بشری در اختیار داره بر اساس اینکه ما داریم 48 میلیارد تن در سال 32 منتشر می‌کنیم داره آبستام این حرف رو میزنه خب پس به نظر میرسه که ما خیلی فاصله با لحظه تایتانیک نداریم جنبشی در اتحادیه اروپا راه افتاده کسانی که در 2050 به سی سالگی میرسن علیه پدران و مادرانشون اعلام جرم میکنن که شما که میدونستید ما میان سالی رو درک نمیکنیم چرا ما, چرا ما رو به دنیا آوردید؟ وضعیت وضعیت واقعا نگران کننده بر اساس دانش امروز اما یکی از همین بچهایی که تو همین دانشگاه شریف درس خونده مهندسی برق فوق لیسانسش رو گرفته بچه قزوین هست آقای علی حاجی مرادی و ایشون رفت به امریکا و الان در کیپ کاناورال داره کار میکنه تونسته اخیرا به یک دستاورد مهم برسه و اینم اینه که تونسته انرژی رو از فضای خارج از نیوار وارد جو بکنه این یعنی چی یعنی اینکه ما میتونیم بدون مصرف سوخت های فسیلی نیازهای انرژی همه مردم جهان رو تأمین بکنیم بدون اینکه بخوایم گازهای گلخانی بیشتری منتشر بکنیم و این میتونه تمام معادلات رو به هم بزنه یا اخیرا یک باتری در حقیقت معرفی شده به بازار که طول عمر مفیدش 28 هزار ساله یکی از بزرگترین موزلاتی که امروز ما باهاش درگیریم زباله های الکترونیکیه که نمیدونیم باهاش چه کار کنیم واقعا خب اگر باتری های بیاد به بازار که 28 هزار سال طول عمرش باشه یعنی میتونیم تصور بکنیم که هر متحرکی برای تأمین نیازهای حرکتی ما به جای مصرف سوخت های فسیلی میتونه از این باتری ها استفاده بکنه و باز بخش بزرگی از انتشار گازهای گلخانه‌ای رو ما میتونیم متوقف بکنیم الان با تحولی که در سلول های بنیادی به وجود آوردن و پرینترهای های شما میدونید که گوشتی رو در واقع به بازار ارائه کردن که همین مزه گوشت طبیعی میده ولی دیگه در فرایند تولیدش گاز متان که مهلکترین گاز انتشار دهنده گاز گلخانه وجود نداره و باز میتونه معادله‌ها تغییر بکنه اینها چشمه های امید بخشیه که نشون میده هنوز امید هست و هنوز ممکن ما تا لحظه تایتانیک فاصله داشته باشیم آیا این به معنی اینه که پس این سختگیری ها رو بذاریم کنار و فکر کنیم که بالاخره علم و درایت انسانی میتونه نادرایتی ها رو مطلقا به هاشیه ببره یا ما باید در هر شرایطی کار درست رو انجام بدیم یک ماهی در رودخانه زاینده رود زندگی میکرد به نام آفانیوس اصفهانیس یک ماهی اندمیک در هیچ جای دیگری از کره زمین به جز رودخانه زاینده رود این این ماهی زندگی نمیکرد. بهش گورماهی اصفهانی هم میگن خب بعد از بلایی که ما سر زاینده رود آوردیم رو این ماهی کلا دیگه در زاینده رود حضور نداره و نسلش داره منقرض میشه نسل یک زیسمندی که در هیچ جای دیگری از وطن و کره زمین هم نیست. الان فقط توی قناتی وجود داره در یک روستایی به نام حسنآباد جرقویه. هفته پیش رفته بودم اونجا یک خانمی به نام فرشته عالمشاه داره تلاش میکنه با اعضای شورای حسنآباد و شهردار حسنآباد که اونها رو مجاب بکنه این ماهی بسیار مهمه یک برکه ای رو براش فراهم بکنیم و اون از خطر انقراض فعلا نجات بدیم. چرا به خاطری که مردم محلی اونجا میرن ظرفاشون و لباساشون رو میشونن و شوینده ها داره واردش میشه یا جامعه محلی بعد از سیزده به در ماهی های قرمز و زینتیشون رو رها میکنن توی اون قنات و این ماهی های مهاجم دارن فضا رو برای آفانیوس تنگ و تنگتر میکنن آفانیوس یک ماهی لارف و میتونه پشه مالاریا و بسیاری از آفتها رو کنترل کنه نشانه زیست پالایی آبیه که درش حضور داره و بسیار ماهی مفیدی ازش به عنوان دکتر فیش هم یاد میکنم وقتی رفتم پیشش گفتم تو بچه اینجایی؟ گفت نه من از دسفول اومدم آقای درویش از دسفول یه خانمی بلند شده اومده در پایاب زایندرو تا آفانیوس رو نجات بده با اعضای شورای اونجا صحبت کردیم و اونها مجاب شدن که این برکر رو بسازن و دست کم ساعت مرگ آفانیوس رو لحظه تایتانیک رو برای آفانیوس دست کم برای ده سال و عقب بندازیم تا بتونیم با جامعه محلی صحبت بکنیم دیگه شوینده نریزن دیگه ماهی غیر بومی در قنات نریزن و یک کار فرهنگی بزرگتر انجام بدیم وقتی میبینم که یه همچین هموطنانی تو ایران وجود دارن که این گونه دارن برای به عقب انداختن لحظه تایتانیک تلاش میکنن هم شرمنده میشم و هم امیدوار به آینده ایران وقتی میبینم که یک آدمی مثل سیروس زاره در استان فارس وجود داره که باعث شده همچنان یکی از طالاب های استان فارس زنده بمونه میدونید که فارس بزرگترین در واقع مخزن طالاب های ایران بوده بختگان، تشک، ارژن، پریشان، کافتر، محالو و کمجان همه در استان فارس هستند و همه به جز یکی خوش شدن شرایط اقلیمی یکسانه، خوشسالی یکسانه، صد سازی سر جاشه، صد ملا صدرا، صد درود زن و صد سیوند اما این یکی خوش نشده، چرا؟ چون که یه گروهی از مردم در روستای کمجان به رهبری سیروس زاره اومدن و جنگیدند، زندان افتادن، دادگاهی شدند، فشار زیادی رو تحمل کردن، اما گفتند که حقابه طالاب باید مقدم بر کشاورزی و صنعت بهش اختصاص پیدا بکنه پانزده ساله که کمجان همچنان به عنوان معمن فرود پرندگان مهاجر در استان فارس داره به حیات خودش ادامه میده و ماهی که اونجا هم در معرض انقراض بود دوباره جون گرفته و داره به حیات خودش ادامه میده سیروس زاره هم یکی از آدم هایی که داره لحظه تایتانیک رو به عقب میندازه وقتی بهش گفتم که سیروس چی میخوای؟ گفتش که آقای درویش من چیزی از شما نمیخوام ولی دختر من یک سوالی مطرح میکنه که من نمیتونم جواب بدم شما میتونی جواب بدید دخترش اسمش ستاره بود و شش سالش بود گفتم ستاره چی پرسیدی از پدرت که نمیتونه جواب بده بلافاصله گفت آی درویش من میخوام بدونم پدر من منو بیشتر دوست داره یا طالبو و این پدر جواب نمیده میخوام بگم که پدرش یه جوری رفتار کرده که عزیزترین کسش فکر میکنه نکنه پدر من طالبو از من بیشتر دوست داره من میگم با اون باید یه نسلی رو پرورش بدیم تو این سرزمین که نگاهش به طالب به دارتالابهاش، به بلوتهاش، به زاینده رود و گاوخونی و کارون و کرخه و آلماگل و آلاگل و آجیگلش به هیرکانی و زاگروس و عرسبارانش مثل نگاهش به عزیزترین کسانش باشه همونطوری که سر اونها معامله نمیکنه سر این سرمایه های ارزشمند وطن هم معامله نکنه اون وقت ما میتونیم همچنان و به اندازه کافی لحظه تایتانیک رو عقب و عقب و عقبتر ببریم تا دانش بشری هم به دادمان برسه و بتونیم مشکل انتشار گازهای گلخانه ای رو حل بکنیم سیروس عرستو نجاد یکی از فارغ تحصیلان همین دانشگاه است در رشته شیمی 1354 اخیرا تونسته از تحصیلگارهایی که ما طبیعت رها می‌کنیم یک نوع چوب بسازه که این چوب فوق العاده مقاومتش بیشتره به عنوان درب استفاده میشه سبکه و یکی از بحران هایی که سبب تزریق آرسنیک به آب و خاک ایران میشه، جهان میشه کره زمین میشه و هر ساله شهری به بزرگی هفت برابر تهران رو آب آشامیدنیش رو از حیز انتفاع خارج میکنه همین یعنی این که ما در طبیعت رو میکنیم هر ساله 49 میلیارد متر مکعب آب رو برای همیشه از حیز انتفاع خارج میکنه حالا یه آدمی از ایران به نام سیروس عرستونجا تونسته این مشکل رو حل بکنه ما اگر مجال داشته باشیم شاید مثل هایده های شیرزادی که الان در کرمانشاه دارن کار بزرگی را انجام میدن و 80 درصد زباله های کرمانشاه رو دوباره تبدیل میکنن به مواد قابل استفاده در ایران تکثیر بکنیم دیگه شاید مجبور نباشیم 100 میلیون تن نخاله در طبیعت ایران برزیم و 500 میلیون تن باطله معدنی یک کوه بزرگی در شمال شرق ایران در تلو ایجاد کنیم که صدها درخت رو داره له میکنه و از بین میبره شاید دیگه مجبور نباشیم کوههای خودمون رو بتراشیم به عنوان سنگ شکن برای تامین مساله ساختمانی و همون نخاله ها رو دوباره بازیافت بکنیم کاری که هایده شیرزادی الان در کرمانشاه شروع کرده کار ما اینه که کمک بکنیم به این آدمهایی که بینام و نشان و چرا خاموش دارن در وطن لحظه تایتانیک رو به عقب میندازن مثل عادل سالاری در کلمرز علی نصیری در پاغلات فرزاد مهدوی در منصورآباد رفسنجان فرشته عالمشاه در حسنآباد جرقویه سعید انصاریان در الگن کوکیلوی بوی محمود کردی در دیزباد بالا و انشالله همه شماها